29 روز آبان ماه برابر با 20 نوامبر سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی. در گذشت لئو تولستوی، نویسنده بلند آوازه روسی که از نوجوانی استعداد درخشان و هوش سرشارش در درک مسائل انسانی دیگران را به تعجب وامی داشت. لئون در جوانی وارد ارتش شد، ولی پس از مدتی به نویسندگی روی آورد و به آموختن زبانهای فرانسه و یونانی همت گماشت. تولستوی در میان سالی از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کرد و تردید و زدگی از مناسبات اشرافی در قلب او ریشه می دوانید. در معنای مسیحیت سیر می کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که انجیل خطاها و تحریفات بسیار دارد، اما منکر معنی اصلی مسیحیت نشد. از این رو 20 سال آخر عمر تولستوی برای حکومت روس دردسر به حساب می آمد. او را تحت نظر قرار داده و بیشتر آثارش را ممنوع کردند. سال 1314 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، در گذشت حسن پیرنیا، معروف به مشیر الدوله، نخست وزیر قاجار و سیاستمدار که در تهران به دنیا آمد و پس از آنکه تحصیلاتش را در فرانسه و روسیه به اتمام رسانید، در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا مترجم روسی شاه شد. وی کمی بعد به سمت وزیر مختار ایران در روسیه منصوب شد و در هنگام مشروطیت مأمور تدوین نظامنامه مجلس گردید. پیرنیا پس از قتل اتابک اعظم در کابینه مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید و پس از مدتی لقب مشیرالدوله گرفت. وی پس از فتح تهران و تشکیل دولت جدید به وزارت عدلیه دست یافت و از آن پس در کابینه های متوالی مسئولیت های متعددی در اختیار گرفت. پیرنیا چندی بعد به نخست وزیری رسید و اتفاقاتی نظیر قیام شیخ محمد خیابانی، قائله آذربایجان و آغاز نهضت جنگل از جمله رویدادهایی بود که در زمان نخست وزیری او به وقوع پیوست. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، آغاز محاکمه رهبران جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ. با فروکش کردن آتش جنگ جهانی دوم در دنیا، بزرگترین دادرسی مربوط به جنایتکاران جنگی در شهر نورنبرگ آلمان آغاز به کار کرد. مقررات مربوط به تشکیل این دادگاه قبلا از طرف سران سه کشور فاتح، آمریکا، انگلیس و شوروی سابق تعیین گردیده، مقرر شده بود که اعضای هیئت قضات از مقامات عالی رتبه قضایی چهار کشور اشغال کننده آلمان، یعنی آمریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه تعیین شوند. رسیدگی به جرایم 22 نفر از رهبران آلمان هیتلری بیش از 10 ماه به طول انجامید. دادگاه سرانجام 12 تن از آنان را به اعدام و 7 نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. 3 نفر باقی مانده که در اواخر حکومت هیتلر بر مصدر کاری نبودند تبرئه شدند. در این دادگاه علاوه بر جنایتکاران نازی، متهمانی از دیگر کشورها نیز محکوم شدند. تقاضای تخفیف مجازات محکومیت از طرف شورای عالی متفقین برای نظارت بر امور آلمان رد شد و احکام صادر و در نهایت به اجرا درآمدند.